سلام رفقا، حالتون چطوره؟ خوبی؟ سریال مرداب قسمت چهارمش اومد و اومدیم در موردش صحبت بکنیم. یه سری خیلی جالبه بچه ها، من بهتون بگم. ضمن سلام و احوالپرسی به همه مخاطبای مستر دکو و شما پایه ها، امروز متاسفانه سحرم نیست. یه سری هم میان آقا چه حوصله ای داریم میشینین قسمت به قسمت صحبت میکنین. خب چیکار کنیم الان؟ مثلا در مورد قسمت 4 مرداب صحبت نکنیم، بیایم بشینیم مثلا با اون دوستمون در مورد مثلا چی صحبت کنیم؟ میدونی وقتی که ما قصد کردیم کانال را بندازیم که در مورد فیلم و سریال و مسائل روز سینما و حتی ببخشید خاله زنک بازی ها صحبت بکنیم، چون این برنامه دیده بشه دارم اینجا رو میگم. این از این یه نکته ای هم من رفتم زیر پست آقای فراستی رو نگاه کردم. میدونیم خونچابیم نگاه میکنیم دیگه بچه‌ها. یه سری از آدما واقعا نمیدونن چی میگن. یعنی ما با یه سری مخاطبای طرفیم که واقعا طرف نمیدونه. طرف میاد میگه که اگه میشه، زیر 12 مرد خشمگین نوشته بود، اگه میشه لطفاً شوک و تعلیق رو براش در یه برنامه بذارید. من الان میخوام یه برنامه بزنم. تعلیق بچه‌ها، یه اتفاق میخواد بیفته، دادن دهنت سرویس، شوک همون لحظه دهنتو سرویس میکنه. این برنامه دیگه در مورد شوک و تعلیق میخوام صحبت. ولی واقعا یه سری از رو بی سوادی میان این حرفا رو انگار میزنن، چیزی که باهاش داریم تیز میکنیم. عبدی، نگاه، شیرین، محمد و کیارش، بریم برگردیم. صحبت خیلی باحالی داریم درباره مرداب قسمت 4. چاکلی خیلی ساده حرف زدم. آقا سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، همینطور کیارش، نگاه، شیرین، محمد و مهدی عزیز. آقا باز چرا بیلیارد؟ آدم های بدذات بیلیارد بازی میکنن. این تز مال خیلی سال پیش بود، من دیگه واردش نمیشم. آقا دوستان واقعا زن جماعت مثل هست میمونه؟ حالا اینو من نمیدونم، ولی خب میخواستن شخصیت امیر جعفری رو بزن. گیریم گوش مشتبه پیرزاد و اون شکستگیش رو دوست ندارم، شبیه سنگ پای به نظرم. رفتارش با بچه‌شو خیلی دوست دارم تو فیلم، خیلی چیزا رو تقریبا یاد میده. با امیر جعفری داره نقشاشو در میاره. اون صحنه که امیر جعفری با سگاش داره میاد، یه لانگ شات ازش میگیرن که از اون ور کیوان و سبا رو میبینه که یه ذره احساس نگرانی میکنه، بعد دوربین میچرخه میره اینور و کوهیار میرسه با ماشینش. خیلی خوبه به نظرم. دیالوگ بین امیر جعفری و الیا ناصری رو اصلا نمیپسندیدم، یه جاش لنگ میزد، نمیتونستی باش احساس چی میگن احساس کنی که واقعیه. عرضم به حضور شما ستاره پسیانی اونقدری که باید قوی باشه نقشش رو قوی بازی نمیکنه. خانم الیکا ناصری هم اون کسی که از زندان اومده و بچه خلافکاری که زندان بود و اینا، واقعا اون نیست تو فیلم. حالا شاید داره بازی میکنه و شما داستانو میفهمید، ولی اون چیزی که باید نشون بده نیست. اون آقایی که سندروم داون داشتن خیلی عالی بودن، لویی سیفی از شما، عباسی از ما رقاصی. و موزیک فیلمم عالی بود، واقعا باش استرس گرفتم اونجایی که شهرام حقیقت دوستاش میدید. حالا سلام، دیالوگا نگاه و کیارش بیشتر صحبت میکنن، دیالوگای معنی دار. درود رفقا، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. خیلی سریع میرم سراغ قسمت 4 مرداب. دو تا نکته ریز بگم وارد داستان جزئی سریال شم. قسمت 4 سریال مرداب، آقای برژونیک نژاد فیلم‌ها و سریال‌های مختلفی از قبیل دردسرهای از این دودکش پس از باران ساخته که هر کدوم تو ژانر متفاوتی. این خیلی نکته مهمیه ها، که آدم ژانرهای متفاوت بسازه و اینقدر خوب کار کنه. دوست داشتم به این بگم به جزئیات همچنان خیلی توجه داره میشه. سوال پانتها پناهیان که به آقای شهرام حقیقت دوست گفت دختر تهرانیه، مگه خواستگاریه؟ تو گلوت گیر کرده. دقیقاً این قضیه رو به من نشون داد. یه جا همکار آقای شهرام حقیقت دوست اومد گفت به دختر رفته، داشت نشون میداد که آقا اون صحنه که شما دیدی الکی نبوده، این واقعا حساس شده روی این قضیه. نکات ریز خیلی مهمه. همونطور که در قسمت قبل گفتم، آقای مشتبه پیرزاد در ابتدای قسمت 3 بنا نگرفت، در انتهای قسمت 3 خوب جا افتاد و این قسمت بسیار خیلی فاصله گرفت از شخصیتی که بازی کرده بود توی پوست شیر. عالی بود، چون توی قهوه ترک هم داشت همون مشتبه پیرزاد بازی کرد، ولی اینجا فاصله گرفت، قشنگ بود. خانم الیکا ناصری، نگاهش به امیر جعفری زمانی که توی ویلا بودن و بلا فاصله فلش بک دوربین اون صحنه‌ای که اون دیوار رو نشون داد، فکر می‌کنم می‌خواست دوربین مدارمسته رو نشون بده. خیلی جالب بود برای من. و همچنین دیالوگ‌هایی که بین این دو نفر برقرار شد زمانی که اسب هم داخل سکانس بود فوق‌العاده بود، یعنی کنایه آمیز، دو پهلو، اصلا بی‌نظیر بود. دیالوگ‌هاش کلاً خوبه. صحنه بیلیارد رو گفتید بچه‌ها، اتفاقاً
اوکی، ولی صحنه اتاقی که بیلیارد بود خیلی تمیز و شست رفته بود، کمان که ما داشتیم راهروی اونجا رو میدیدیم. در ادامه بهتون میگم نکات دیگه شو. سلام سلام به دوستای خوبم. آخو کیارش، یعنی صحنه ای که میز بیلیارد رو نشون میده چه نکته مثبتیه تو فیلم؟ میز بیلیارد رو نشون میده تمیزه، یعنی چی؟ من متوجه نمیشم چه نکته مثبتیه برای سریال یا فیلم. من اینو بگم ببخشید، صحنه فیلمبرداری بسیار تمیز و حتی شما یه لکه رو اون صحنه نمیدیدی، دیوارا همه چی تمیز بود، مثل کارهای مهران مدیری، خیلی تمیز و شسته رفته بودن. این جالب اینجاست که من بازیگرا رو تو این سریال دوست دارم. اصلا هر دفعه هر قسمت، یعنی تا قسمت چهارم، هر دفعه رو میبینه بازیگرا رو دوست دارم. من با داستان فیلم مشکل دارم. بازیگرا همه خوبن. آقای حقیقت دوست، آقای جعفری رو حتی اون دفعه بازی ایرادی تو اون صحنه بازی سگاش گرفتم، ولی توی اینجا مخصوصا با اون سکانسی که شما اشاره کردید به با دختره داشت صحبت میکرد با سبا، خیلی دوست داشتم، جالب بود. و به اینم به این نتیجه رسیدم که میتونه دختر عشقش باشه یا دختر خودش باشه. به هر حال من احساس میکنم این سبا دختر خود امیر جعفریه، چون یه حس خیلی چیز یا دخترشه یا نمیدونم، به هر حال یه نسبت نزدیکی باش داره که اینقدر این آدمی که ازش همه میترسن، موقعی که اون رفت کنار اسب با این خیلی داره مهربون برخورد میکنه، یه نسبت خونی هست بینشون. حالا بعد من یه چیز این سریال دوست ندارم، این که شما یه آدم خیر به مثلا یه خلافکاری رو که خیره بچه ها رو سرپرستی گرفته و ازشون داره کار خلاف بزرگشون کردی که ازشون در آینده به عنوان کارهای خلافش استفاده کنی. شما نظرتون چیه؟ الان صحبت میکنیم در موردش. بچه ها در مورد میز بیلیارده گفتین، میز بیلیارده خیلی باحاله. منم اگه یه روزی پول داشته باشم یه میز بیلیارد میگیرم میذارم سالونم. اصلا چیزی نیست به نظر من. شما به عنوان معمولی مثلا ماها آره میذاریم، ولی خب چرا هر خلافکاری باید بیلیارد بازی کنه؟ آها، یعنی میخوای بگی که طرف تیز میکنه؟ ولی مثلا استریوتایپ. یه سری بچه‌ها هستن تو یوتیوب تو ایران به یه پولو درآمدی رسیدن و خونه و زندگی درست کردن، همه‌شون تو خونه‌هاشون چیز دارن، یعنی میز بیلیارد، میز ایت بال رو دارن. حالا اسنوکر نمیگیم، اون عظمتی خونه خیلی بزرگ میخواد. این چیز جالبیه. سلام میکنم به همه دوستای خوبم و به همه عزیزانی که دارن این برنامه رو میبینن. من اولش یه مخالفت بکنم با دوستان در مورد دیالوگ ها، مخصوصا عبدی که میگفتش اصلا دوست نداشتم اون بخشی که شکیب و سبا داشتن با هم صحبت میکردن. کیارش اشاره کرد کاملا جملات کنایه دار و پر از مفهوم بود و این کشیر اینجور رابطه که اینا هستش، من فکر نمی کنم رابطه پدر دختری باشه، یعنی حس پدر به دختر باشه، چون دقیقا از جملاتی در مورد اسبش صحبت کرد که انگار که اون دختر قرار عشقش باشه یا حالا مثلا عاشقشه. گفتش که نه، یه اسب چیز گفت یه سوارکار جوون میتونه یه اسب پیرو هدایت بکنه. این دیالوگاشو دیگه نمیخوام بازگو بکنم و من دارم فکر میکنم که شاید حالا این که شما گفتی که میتونه دختر عشقش باشم شاید بشه، اما من فکر میکنم در گذشته یک چیزی بین پدر سبا و شکیب بوده، حالا این دختره رو خریده پولی تو این مایه ها میتونه باشه. من هنوز هیچ ایده ای ندارم، ولی تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود که حالا مثلا بعد اینکه از زندان درآمد بخواد بیاردش پیش خودش و این حساسیتی که روی رابطه کیوان و سبا داشت به خاطر همین عشقی بود که داشت. اگه دخترش بود خب میگفت کیوان که زیر دست خودم بزرگ شده، دوستش هم داره و پسر خوبی هم هست، چرا نباید که با سبا در ارتباط باشه، رابطهشون نزدیک باشه؟ این ترس رو داشتش. اما در مورد دیالوگ هایی که در مورد این زن ستیزی عبدی گفتی، خودت هم اشاره کردی، در واقع داشت افکار پوسیده شکیبو نشون میداد که یه مدلی میخواست مثلا اینو نشون بده که با تمام این حالا مثلا وضعیت مالی و حالا جایگاهی که داره، افکار پوسیده میتونه همه چی رو خراب بکنه. میتونه دختر معشوقش هم باشه دیگه، که بعد معشوقش هم رفته حالا چیز شد. هایزنبرگ بنده رو پذیرا باشید. خیلی خوشحالم که جمع همه دوستان و مستر دکویای عزیز هستم. آقا مرداب، سریال مرداب قسمت چهارم، من همچنان این سریال رو هستم و خیلی دوستش دارم. سریال خوش ساختیه، قبلا هم خیلی اشاره
کردیم. نکاتی که توی این قسمت خیلی دوست داشتم، اکثر بچه ها حرفا رو زدن، البته دیالوگایی که آقای جعفری با خانم ناصری داشتن خیلی قشنگ بود. بیشتر از اون قشنگی داستان واسه من اینه که نویسنده و کارگردان خیلی قشنگ با هم مد شدن، همچنین طراحی صحنه شد. به خاطر اینکه دقت کنید ما در کل یه مردابو داریم تو سریال، یعنی کل موضوع داستان یه مردابیه که هم مردابه رو میبینیم، هم اسم سریال روشه، هم از این ور یه سری آدم ها امیر جعفری داره که دارن واسهش کار میکنن، ولی تو فیلم هم داریم گاو و سگ و اسب و اینا رو هم داریم میبینیم. نویسنده و کارگردان خیلی خوب اینا رو کردن تو سریال، یعنی همین الان هم نگاه کنی یه سری زیر دسته امیر جعفری، همون گاوان که آخرش کشته میشن، یه سری هاشون سگان که میرن کار رو در میارن و عاشق اسبا میشه. این چیز نکات ریزیه که این نویسنده کارگردان بهش دقت کرده، من اینو خیلی دوست دارم. یعنی داستان جنایی و درامو کرده تو طبیعت، اینا رو سین کرده با هم، یه چیز خروجی خیلی خوبی در آورده. اینش خیلی جالب بود واسه من. و این جالب از این گوش عبدی فکر کنم با گوش پیرزاد نبودم، عبدی یه خورده با دقت نگاه میکردی بیشتر به نظر من انگار که کارگردان داشت کد میداد به ما که این آقا گوش شنوا نداره، به خاطر دینی که با جعفری داره گوش شنوا شد دیگه، اصلا کیپ کرده واسه ما دیگه، حتی خونم اومد که یعنی شما داری پا میذاری توی عرصه پرخطری. واقعا کارگردانی شد دوست، همینا کارگردانی میشه دیگه، دیگه چی میگم با کارگردانی، بیشتر از این حرفی نمی کنم در حضورتون هستم. و گوش شکستش عبدی، گوش شکسته ها مثل یه انسان نمایی مثل علیرضا دبیر، خب اونم این گوشش اینجوری شکسته، فرق میکنه، گوش شکسته باد میکنه، این گوش سوراخ سوراخ کل دورش رو ببینیش. آره من اصلا آره خب هستش، مثل اسفنج هم میشه. نه سوراخ سوراخه، ببخش سوراخ سوراخه اینا که باد که میکنه چرک میزنه، عبدی سرنگ میزنه اونجا سرنگ. سه چهار تا دوست کشتگیر داشتم اصلا اینجوری نبودش کدوم، ولی کلیت سریال حال بذاریم، گوش شکسته رو بذاریم کنار، سریال بذاریم، این سریال یه ذره وزنش بیشتر. مهدی داستان میکشونته، داستان کاملا دارم میکشونه، من دوست دارم میشنم نگاه میکنم. اول برنامه در تعلیق و شکر رو گفتم که یه سری دوستان زیر پست آقای فراستی گفته بودن تو رو خدا یه برنامه بسازی درباره شکر و تعلیق. خب این میشه تعلیق، این میشه تعلیق، چیزی که تو رو هی میبره تا یه جایی و بخواد یه اتفاقی بیفته، هی داری استرس داری، استراب داری، این میشه تعلیق. شوک هم که یعنی بوم، یه لحظه اصلا چیزی که انتظارشو نداری اتفاق بیفته. و سریال سراسر تعلیق بود، من نفسم بند اومد تا آخرش، دمش گرم. اونقدری که این سریال به من نفس منو بند آورد، زخم کاری بازگشت نفس منو بند نیورد. دارم همه تو فهم میکنم موافقین. بچه ما شیرین و عبدی رو حذف میکنیم الان اینجا. خب من نکته زیاد دارم، امیدوارم بتونم جمع جورش کنم. بچه سکانسی که آقای پیرزاد داخل ماشین بود با خانم پسیانی داشتن، یه سکانس فوق العاده قابل باور و قشنگ بود. دقیقا منو یاد سکانس خانم سارا رسولی توی قهوه ترک انداخت که چقدر افتضاح بود. گفتم ببین چقدر کار با کار تفاوت داره. حتی صحنه‌ای که پیاده شدن با اینکه ستاره پسیان هم چه گفتم سلیقه من نبوده، ولی خنده‌هاش اینا همه زیبا بود. بچه ها الیکا ناصری آخرش رفت سمت اسبه که گفت نرو، باید میرفت، قبول دارید؟ چون دقیقا صحنه که پسر گفت بهش نرو، گفتم این میره، یعنی اینا دقیقا درست داره پیش میره فیلم نامه. اینا نکات مهمیه. بچه ها همینطور که گفتم شخصیت پردازی کاملا برای بازیگرها احساس میکنم تعریف شده، چون هر کس شخصیت خودش رو به خوبی درآورده. میزانسن ها هم که خوبه. یه اینسرت آنفولد آپ داشتیم توی زمینه، توی صحنه که ماشین آمبولانس رو نشون داد اومد بالا، اصلا عجیب غریب بود، من اینو کمتر دیده بودم توی فیلم ها و سینمای ایرانی. لذت میبرم. توی قسمت قبلم گفتم شخصیت ها و بازی ها ناهمگن نیست، با هم پیش میرن. کما اینکه آقای یسما میرطهباز، یه کوچولو راجعش بگم که پدر ایشون مستند و فیلمساز بود، در واقع با رابطه‌ای که با آرام کستری داشت از این طریق با آقای هومن سیدی آشنا شد. هومن سیدی از ایشون تست گرفت و بردش برای فیلم 13 که قشنگ بازی کرد. توی لانتوریو مملکت گدایان هم بازی کرده، ولی اینجا من احساس کردم یه مقدار حتی از الیکا ناصری داره سطح پایین‌تر بازی می‌کنه. نمی‌دونم، شاید احساس من بود. چقدر ساوند افکت‌ها همونطور که توی قسمت پیش هم گفتم قشنگه. صحنه‌ای که داره رمز موبایل تلفن رو می‌زنه، اون ساوند افکت‌ها بچا خیلی نکات ریزی‌ها که بیننده رو درگیر اون قاب و سکانس می‌کنه.
عرضم به حضورتون که بازیگرها، اینم بگم و جمعش کنم، بازیگرها الهام اخوان قسمت پیش صحبت کردیم، همشون رو نشون داد، این قسمت دیگه الهام اخوان نشون نداد. میگم همگن داره بازیگر رو پیش میبره، یه بازیگری رو بولد نمیکنه کیو کمتر، و صحنه آخر هم احتمالاً میخواد بگه که نمیکشه شهرام حقیقت دوستو در ادامه داستان پیش بینی من اینه کشته نمیشه و میخواد اسلحه رو بگیره جلوش بگیره، مگه تو قرار نبود به پلیس زنگ بزنی؟ چرا زنگ نزدی؟ میخوام در مورد این که کیارش میگه که داستان داره همگیم پیش میده، تا یه 70-80% با تو موافقم که نمیپردازه روی یه نفر، اما اینکه نباید حذفش بکنی، یعنی من تا دقیقه تقریبا فکر میکنم آخره این قسمت بود، 5-6 دقیقه آخر که اون حامد کاملی رو نشون داد پلیس رو، گفتم که چرا پس اصلا این قسمت خبری از اون نیست، رها نباید بکنی نقش رو، حتی شده یه کوتاهی نشون بدی، وقتی که همه چی قراره روی مثلا حول شخصیت های اینا بگرده توی قسمت نباشنش، فکر کنم یه جورای ذهن بیننده رو ممکنه فراموش کنن که این کی بود و چی کاره بود. اما یه چیزی هم که خیلی، حالا با توجه به اینکه نمیگم این حرفی که میخوام بزنم نمیخوام بگم که کار خیلی بدی، اما یکم هم داره جامعه وکلا رو تو ایران داره دارک نشون میده، هم کوهیار همون الهام اخوان جفتشون وکیلن و جفتشون وکیلاین که دارن کارهای غیر قانونی میکنن، این به نظر من خیلی خیلی خوب نیست، چون یه جوری داره همه رو میبره زیر سوال که این کارو دارن انجام میدن. داستانم که فکر میکنم خوب داره پیش میره، اما این قسمت یه چیز خیلی به نظر من باعث شدش که بگم که خب این سه قسمت داشتن در مورد یه معامله به این بزرگی صحبت میکردن، توی یک دقیقه جمعش کردن، یعنی اون قسمت کشت و کشتار و این معامله اون هیجان لازم رو به نظر من نداشت. من منتظر یه چیز خیلی خیلی خفن‌تر بودم متاسفانه. این که قرار نیست که شهرام حقیقت دوست رو بکشه، با توجه به اون لایو لوکیشنی که فرستاد قطعا خواهر به کمکش میاد و قطعا خواهر و برادر اون پلیس رو که زنده است و نجات میدن و داستان تازه شروع میشه. به نظر من، من فقط این نکته رو به شیرین خانم یادم رفت بگم، شیرین خانم گفتن فیلم های مشکل داره، ببین طی 4 قسمت اومد خورده داستان رو به هم جمع کرد، در یک اتفاق تو این قسمت تموم شد، از این بهتر فکر نمی‌کنم بتونه کاری رو انجام بده. من که نگاه جامعه وکلا رو هم راضی بهش گفتی، قشنگ تاکید شد برای این نکته که اینها توسط این آدم پول داده شده رفتن وکالت خوندن که برای این کار کنن، این ربطی به جامعه وکلا نداشت، این آدم فرستاده اینا رو. من فقط یه گیری دارم تو سن کوهیار و کیوان، چون کوهیار میگفت 20 سال پیش اومد منو از اونجا نجات داد، منو تمام هزینه هامو داد، ولی برادر کوچیکی 18 سالشه، یکم احساس میکنم که این تقابل سن دوتا برادر به هم نمیخوره، اینو امیدوارم تو قسمت‌های بعدی واقعا گرش رو باز بکنه که بریم. خب برادر هستم بوده، اگه 18 سالش بشه، خب 20 سال پیش هستم وجود نداشته، این یکم داره من اذیت میکنه، این اگه باگ بشه خیلی به نظر من بده، چون همه چیش دقیقه. آقا من دقیقا نگاه که میگفتش که خیلی خوبه و بازیاشون خیلی این همه کنایه و حرفای مثلا دو پهلو و اینا، به نظر من اون خیلی زیاده، خیلی اگزاده، کی دو نفر اینجوری وای میزن اینجوری با هم صحبت کنن، من اینکه یه خلافکار، ای بابا. محمد دقیقا یه سر فیلم ارادتمند با محمد میگفت، گفت خوب یاد من یه درباره چیزی گفتم، گفت خوبه اون موقع بیلیارد نبردن، که داشتیم دقیقا از همون موقع ما در روی بیلیارد هستیم، نشون میده که باز آدم فضول سرش رو به باد میده. و یه چیز دیگه، آقا کی تو اون استرسی که میدونی میخواد تیراندازی بشی زیپتو میکشی پایین جیش میکنی؟ اصلا نمیشه معمولا، قرار نبود بدونه، قرار نبود میدونستی گفتش که اونجا پشت کشتار میشه، بعد گفت همین زنی پلیس، گفت فعلا برو اونجا تا بهت بگم چی کار بکنی. اینم فکر نمیکرد اون یه دفعه چش پولا چششو کور کرد، دید وای اون همه دلار و فلان و اینا، ولی قبل بهش گفته بودن می خانوم وکیل خانوم، آره الهام رو بهش توضیح داده بود، ولی فکر نمیکرد به این زودی اتفاق بیفته، فکر کرد حالا میره فعلا چرخی میزنه بعد میان یه درگیری میشه اینجوری. نگاه جان، رابطه کیوان و سبا رو خب معلومه که شکیب دوست نداره، چون اصلا از کیوان خوشش نمیاد، درسته که بزرگش کرده ولی اصلا قبولش هم نداره، اصلا خوشش نمیاد از کیوان. یه دیالوگ شیری، یه دیالوگ گفت من اینو دوست دارم، نمیدونیم که قبولش داره یا نداره، خودمه دقیقاً این دیالوگو گفتش، معلومه که خیلی دوستش داره. ببین این سبا با شکیب یه رابطه خونی داره، من
مطمئنه، برای همین اصلا دوست نداره، چون رابطه خونی داره باهاش اصلا دوست نداره پسری مثل کیوان با سبا رابطه بگیره، ارتباط داشته باشن با هم دیگه. من مخالفتی با آقا مهدی بکنم، شما گفتید که این خیلی استرس و شوک به شما دست داد، چه شوکی به من بیننده میتونه دست بده که از اول سری 4 قسمت میدونم که معامله میخواد انجام بشه، کسی ازش زنده نمیخواد بیاد بیرون، چرا من باید به شوک بشم وقتی که میدونم همچه اتفاقی میخواد بیفته؟ موزیک توی فیلم استرس خیلی زیاد. من منظورم تعلیق بود، یعنی منتظر یه واقعه موندنی. شما میخواید منتظر یه واقعه بمونید، من نمیدونم واقعه چه شکلی الان میخواد اتفاق بیفته. من اصلا نمیدونستم که میخواد یه اسلحه تو تابوت در بیاد ببندن همه رو سیز بکنن، اینم یه دفعه ببخشید شاشبند چه اونجا. خیلی راحت بهتون میگم اینجوری بود داستان. بعد من اصلا تصوری از محیط اونجا نداشتم، من تصورم یه محیط باز قبرستونه و اصلا اون بسته بود، همه خیلی داستان داشت. بعد قرار نبود مثلا حامد کمیلی اونجا بمیره، اصلا تو شما یه رفتار دیدی حامد کمیلی مرد، ای وای چرا حالا نمیدونی این میشه، این در انتظاری که ببینی که چه اتفاقی بعدم میفته، این میشه تعلیقی که برات به وجود آورد. نمیدونم به نظر من آقا مهدی، به نظر من اونجایی که پانتها و نگه گوشی برادرشو چک کرد، کاش اینو میذاش فلش بک نشون میداد که میرسید برادرشو نجات میداد، این باز شاید یه ذره منو اون شوکه رو به من مثلا من حالت استرس داده میکردم که چی نجاتش میده، بعد که خواهرش ایشون رو نجات میداد یه فلش بک میداد که من مثلا من یه مثال برای شیرین بزنم، با موبایلم این کارو میکنم، شیرین اگه من بیام جلوت واسم اینجوری باهات صحبت کنم خیلی بهتره یا اینجوری؟ این مدل بهتره دیگه الان، یا بیام اینجوری باهات مثلا رو در رو باهات اینجوری صحبت کنم یا اینجوری باهات صحبت کنم؟ پس قطعا اینجوری بهتره. این میشه پدر گواردیولا با رنگهای قرمز و سبز، این میشه سریال مرداب، درسته؟ خیلی راحت گفتم. من نمیدونم تو چرا یک سریال رئال باحال میزون رو باهاش ارتباط برقرار نکردی، خیلی این سریال رئاله. این میشه مخالفت من نسبت به شما، سپاسگزارم. آره حرف درستیه، چون عبدی داشتی میگفتی دیالوگای خورده قلوف داره و اینا، تو پدرگرد یه دو اون سبکی بود، اینجا خیلی نرم تر شده بود، یعنی باورپذیرتر بود. شاید اصلا چرا باید اونو با این مقایسه کنیم آقا؟ مگه فقط دو تا سریال نمیخوام مقایسه، نه میخوام قلوف. الان یه سریال دم دست داریم که خیلی اگزاجر است، راحت میتونیم مثال بزنیم باهاش که آقا چی جوری نمیخوره. شاید بشه ایراد گرفت تو دیالوگا، مثلا میخوای ایراد بگیری میتونی تو دیالوگ امیر جعفری ایراد بگیری که نوازشش کن و نباید میگفتی، مثلا باید میگفتی نازش کن اسبرو، چون ما تو دیالوگ نوازش نداریم یه آدم خلافکارو که، اونو شاید بگی. بازیاشو خیلی خوب بود، فوق‌العاده بود، لوکیشن هم که همین آخرین که پلانی که نشون داد همون لوکیشن قانون مورفی بود که توش فیلم برداری شده بود، اون صحنه که شهرام حقیقت دوست رفت اونجا من خودم جیشم گرفته بود، یعنی وقتی جیش کرد من راحت شدم، یعنی بودم اینگاه من دستشویی کردم. شهرام و امیر جعفری و پانتا پنایی رو خیلی اینا که گفتی خیلی با قبول داری، پدر گواردیولا اینجوری بود، چرا اونو نکشتی؟ باید باید سراغه بشیش، یه همه همشه یه چراغ راهنما اینجاشون بود، میدونی چی میگن؟ قرمز سفید آره اصلا نمیشد تو. من اونو واقعا نتونستم. بعد یه چیز ارتباطمونو با شیرین و عبدی قطع میکنیم از این به بعد. ببین به نظر آخه من اینو متوجه نمیشم، ما مهدی حرف قشنگی زد، وقتی همچین سریال رئالی که باورپذیر و همه چیز سر جاشه رو نمیپسینیم با این نکات ریز ساوند افکت و موسیقی متن و اینا، پس ما الان من متوجه نشدم با عبدی و شیرین خانم ما باید چی ببینیم الان؟ من دقیقا من نمیدونم باید دعوت کنیم یا دوئل کنیم با هم دیگه؟ آره سلیقه دیگه خیلی. آقا من وسطم، حتما اونورم نیستم، من وسطم. اوکی تو. بعد یه چیز دیگه ای هست در مورد چیز این سریال، نکته های خیلی جالبی رو گفت. نگاه کن ببین، سریال به تو اجازه داده که محمد فکر کنه این گوشی که داره میگه گوش شنوا نیست. خیلی جالبه، برای من یه چراغ روشن شد، ایول محمد دمت گرم، یه همچین چیزی رو فهمیدی ازش، من نگرفتم.
مهدی کار با آدم میگه، وقتی که کار میره جلو عمیق باشه تو ذهنت نمادگرایی میکنی، میگه من گاو و سگ و اسب و بردم تو نقشایی که درست کرده و میخوره و حتی کل داستان معامله که یه مردابیه که شاید کسی اصلا اولش راحت میرن داخلش ولی نمیتونن بیان بیرون. اسم سریال باطلاق میذاش بهتر نبود؟ مردام قشنگتره، باطلاق خیلی دیگه. آره. یه چیز دیگه هم خواستم بگم، اینم شاید ضعف سریال باشه، شیرین و عبدی هم میخوره خوشحالشن، اون اسلحهی که در آورد M5 بود، M5 خشابش یا 15 تایی یا 30 تاییه، 7000 تا تیر زدون، نمیدونم چی جوری. دوتا نکته پایانی که بخوام بگم، یکی این که چون دوستانم گفتن یه سری شخصیت ها مثل کومیلی و اینا تو این قسمت کمرنگ تر بودن، من احساس کنم کارگردان میخواد یه بار دیگه از دید کومیلی که میاد سر معامله شاید داستان رو نشون بده، چون طرز وارد شدنش توی صحنه من این حس رو گرفتم که شاید یه خورده، چون خیلی زود رسیدن به ماجرا که نگاه میگه شاید نکن. یه نکته دیگه ای هم هست که نویسنده کدش رو به ما داد، یحتمل تو فیلم حالا یا یکی از اون سگای امیر جعفری یا اسب که نقشه آدم رو دارن قطعا بهش خیانت میکنه، چون هی دیالوگایی داره که من واسه چی از خودی باید بترسم، مثلا خودی که با من اوکیه، من رو زورم رو کسی پیاده میکنم که دشمنم باشه، اینجور دیالوگا وقتی میاد یعنی یکی نزدیکانش احتمالا در آینده بکشه زیرش. من فقط میخوام یه چیزی در مورد، خب تعلیق و امهت کامل توضیح دادی در مورد اون لوکیشن فرستانه، لاب لوکیشن خانم پناهی ها، شیرین جان گفتی کاش که فلشبک نشون میداد، نه این تعلیق یعنی همین اون استرسی که برای دیدن ادامه بعد داری که الان نکنه این برسه همزمان با اینا بخوام بکشنش اتفاقی میفته، اینا به نظر من منو ترغیب میکنه و همیشه توی این سریال حداقل توی این 4 تا قسمت برزون نیک نجات دقیقاً قسمتو جایی تموم کرده که دوست داری قسمت بعدی رو ببینی، این به نظر من خیلی خوبه که مخاطبتو نگه داره برای قسمت بعدی. خیلی ممنون بچه تک تک بودی، قسمت پنجم ششم هفتم هشتم هم هست، میام در مورد صحبت میکنیم. عبدی مرسی، نگام مرسی، شیرین مخالف، عبدی نیما مخالف، بچه ها همه موافق. بریم ببینیم که مخاطبم نظرش چی بود. بچه من یه نکته هم داشتم، یه ذره با لهجه آقای چیزم زیاد اوکی نبودم، لهجه شمالیش دیگه هی هر قسمت غلیظ‌تر میشه انگاری، نمیدونم رطوبت روش اثر میذاره یا خیلی دوست داره چیز بکنه، چون اوایل لهجه نداشت این شکلی. دمتون گرم بچه‌ها، خیلی لطف کردین تا انتهای برنامه بودید، نظراتتون رو بذارید. سریال خوبیه به نظر من، شخصم نظر شخصی میگم، یعنی من حالا دلیل نداره بیان بگین آقا توی چی نفهم، ولی کلا دمتون گرم، خیلی شاکرین، مراقب خودتون باشین، نظراتتون برای ما مهمه، کامنت بذارید. خدافظ.